مسعود رجوی به جوانان شورشگر در داخل میهن اشغال شده، یاد یاران شهید خود در قیام آبان 98 را در ایام قیام امام حسین گرامی بدارید و عکس شهیدان قیام را در هر کجا که می توانید بر ضد خامنه ای یزید زمانه نصب کنید. Thank you.
ایران درود بر شهیدان، از اشرف تا ایران درود بر شهیدان. قسم به خون یاران جنگنده این سپاهیان، قسم به خون یاران جنگنده این سپاهیان. شهیدان خونتان مشعل پیکار ما، شهیدان خونتان مشعل پیکار ما، شهیدان خونتان مشعل پیکار ما. تهاجم در پاکدشت تهران به حوزه یزیدی سرکوب و جهل و جنایت ضد امام جعفر صادق، پیشوای تشیع انقلابی حسینی و جعفری، خصم مرتجعان و خلفای جبار زمان، کانون شورشی 365، شنبه 8 شهریور 99. پاسخ فرزندان مجاهد ایران در بامداد تاسوعا به طیف مرتجعان و فرصت طلبان، دشمنان بیرونی و درونی خلق قهرمان، آخوندهای حاکم و هر کس که می‌خواهد با آنها تضاد اصلی، جنگ ظالم و مظلوم، استثمار کننده و استثمار شونده، مشخصاً جنگ رژیم و ضد رژیم، جنگ مردم ایران با رژیم ولایت فقیه را به سود این رژیم، به جنگ مجازی و انحرافی مذهب و ضد مذهب تبدیل کند.
مرگ بر خامنه ای، زنده باد آزادی. سوءا در کربلا و نجف و شهرهای به پاخواسته عراق، تبری جستن شورشگران عراقی از اردو و سپاه یزید زمان خامنه ای. حسين الله يكتبنا من أنصارك، ما طوفت والله في روحي جمرة نارك. الله يرزقنا ويكرمنا في الدنيا، مع إمام منصور نطلب ثارك. لا حكم إلى الظالم وابقى تنادينا، يا أكبر يا قاسم والنصر لنا قادم. من كربلاء صوت العلا ينادي هلا، وين الأحرار فداك، كل يمنى وكل يسرى وكل ذرة بعباس. علياء حسينية والموعد عاشورة والغاية حرية. ثوار وقاومنا بالموت تحزمنا، والقائد لو نادى للنصر تقدمنا. Let's go!
قیز و قصه ولایت ارتجا از افشای کرونا ولایت توسط مجاهدین در مراسم روزه ریایی و تکنفری یزید زمان خامنه ای. روزخان بارگاه خلیفه ارتجا تو آلبانی حقوق میگیرد که این حرف ها را بزند، دروغ درست کند، مردم را ناامید کند، نشسته توی شبکه های ماهواره‌ای که این حرف ها را بزند. میدونید سلبی صحبت کردنم طرفدار داره، به شما بگم شما بنشینی شروع کنی انتقاد، طرفدار داره، مردم هم ممکنه ادهی هم خوششون بیاد، پستای شما را هم بیشتر دنبال کنن تو فضای مجازی. ولی من یه جمله‌ای به این عزیزان میگم، اونایی که اونور آبن کاری باشون ندارم، چون نانشون تو همین کاره، اون تو آلبانی حقوق میگیره که این حرفا رو بزنه، دروغ درست کنه، مردم رو ناامید کنه، اون نشسته تو شبکه‌های ماهواره‌ای حقوق میگیره، اصلا پناهندگی بهش دادن تو اون کشور برای اینکه این حرفا رو بزنه. من با اونا کاری ندارم، اما دوستانی که گاهی تو فضای مجازی، تو سخنرانی ها، گاهی تو لباس خود ما می نشینید و همش مردم رو ناامید میکنید، والله پیش خدا مسئولید. آقایی که شما می نشینید میگید 40 ساله هیچ کاری تو این نظام نشده، چی میخوای فردا تلوی شهدا رو بگی؟ این جوانها رو اینطور ناامید میکنی، این جوانها رو اینطور به بنبست میرسانی. ما اگر قرار بود ناامیدی رو در واقع داشته باشیم، دهه 60 باید این حرفا رو میزدیم. ننشینیم رو شاخه‌ای که نبریم شاخه‌ای رو کش نشستیم. ۲۹مین روز اعتصاب کارگران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه ها. از روز پنجشنبه جمعی از کارگران شرکت پتروسام فاز 13 کنگان دست به اعتصاب زده و به کارگران اعتصابی پیوستند. تصاویر جدید از مقابله جوانان شورشگر و مردم منطقه ابوالفضل اهواز در برابر یورش ماموران قضاییه جلادان و بنیاد ضد مستضعفان. باتیر ساچمی، باتیر ساچمی به جون مردم افتادم. آخ ریلی شردو زمان شاهنشاه وقتی که سند میخواستیم حق مشروعیت به عرب نمیدادن، میگفتن شما کشاورز هستین، فقط میتونید کشت بکنین بخورین تو این زمین ها و الا ادعای مالکیت نمیتونید بکنین. شاه ملعون که رفت از این دنیا، جمهوری اسلامی اومد گفت این زمین ها مال زمان شاهه، مال ساواکه، بایستی مصادره بشه به اسم دولت جمهوری اسلامی ایران. دقیقا همون کاری که ساواک با ما کرد، با اجداد ما کرد، بنیاد هم داره این کار رو با ما میکنه. سند که میخواستیم بهمون نمیدادن. چرا نمیدادن؟ چرا حق مشروعیت به این اهالی این روستا نمیدادن؟ در پی موج حمایت مردمی از مردم محروم منطقه ابوالفضل در شبکه‌های اجتماعی، خبرگزاری رسمی رژیم با اعتراف به این انزجار عمومی نوشت: تصاویر درگیری اهالی این روستا با ماموران و مجروح شدن تعدادی از روستاییان با گلوله‌های ساچمه‌ای پلاستیکی بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشته است.
آمار جانگداز قربانیان کرونا در 408 شهر کشور از 96500 نفر گذشت. مصری نماینده مجلس ارتجاع: اینکه بچه های مردم را به مدرسه بکشانیم و به خطر بیاندازیم، این به نظر من قتل عمد است. اگر عجله کنیم و بچه های مردم گرفتار کرونا شدند، بی تدبیری نیست. آگاهانه و عامدانه باعث قتل می شویم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد: روز جمعه بیشترین آمار بستری کرونایی از ابتدای شیوع بیماری در بیمارستان‌های چهارمحال بختیاری به ثبت رسید. رئیس شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه: وضعیت ترسناک است. ظرفیت تخت‌های ICU تکمیل است. طی یک هفته اخیر شاهد رکوردزنی بیماران کرونایی بودیم. ممکن است هفته‌های آینده مرگ و میر بیشتر شود. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: تعداد بیماران بستری بدون کاشان و آران و بیتگل 1022 نفر است. 10 نفر در 24 ساعت گذشته فوت کردند. دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان: پذیرش بیمارستانی مبتلایان 9% افزایش یافته است. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر امروز شنبه 8 شهریور 1399 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 408 شهر ایران متاسفانه از مرز 96500 نفر گذشت. شمار قربانیان در آذربایجان شرقی به 2820 نفر، در آذربایجان غربی به 2649 نفر، در البرز به 2773 نفر، در اردبیل به 1142 نفر، در اصفهان به 4349 نفر، در بوشهر به 1187 نفر، در چهارمحال و بختیاری به 677 نفر، در خراسان رضوی به 6875 نفر، در خوزستان به 6467 نفر، در زنجان به 919 نفر، در سیستان و بلوچستان به 3032 نفر، در کرمان به 1543 نفر، در گیلان به 3998 نفر، در لرستان به 4167 نفر، در هرمزگان به 1284 نفر و در همدان به 2458 نفر رسیده است. عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه در مجلس ارتجاع گفت: اینکه بچه ها را به مدرسه بکشانیم و بچه های مردم را به خطر بیاندازیم، بنده به عنوان نماینده این ملت 100% مخالفم. نباید کرمانشاه و چند استان دیگر تبدیل به آزمایشگاه شوند. خواسته من از دولت این است که توجه جدی کنند. کرمانشاه را به عنوان وضعیت سفید یا محلی که آزمایشگاه بازگشایی مدارس باشد معرفی نکنند. بعداً به دلیل اینکه بگویند موفق بوده است، مجبور خواهند شد آمارها را ارائه ندهند. آن وقت به نظر من قتل عمد به حساب می آید. اگر عجله کنیم و بچه های مردم گرفتار کرونا شدند، من این را بی تدبیری نمی دانم و اعتقادم این است که آگاهانه و عامدانه باعث قتل می شویم. در چهارمحال و بختیاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد گفت جمعه 7 شهریور بیشترین آمار بستری کرونایی از ابتدای شیوع بیماری در بیمارستان‌های چهارمحال و بختیاری به ثبت رسید. این روند تصاعدی چه در موارد بستری و چه در موارد سرپایی و هم کسانی که تست آنها مثبت اعلام می‌شود دیده می‌شود که جای نگرانی دارد. در کهگیلویه و بوی رحمت رئیس شبکه بهداشت و درمان با ترسناک توصیف کردن وضعیت کرونا گفت: طی یک هفته اخیر شاهد رکوردزنی کرونا بودیم. ظرفیت تخت‌های ICU در بیمارستان دهدشت تکمیل شد. توان سیستم بهداشت و درمان برای پاسخگویی تکمیل است. بعد از این با شرایط بازگشایی مدارس روبرو خواهیم بود و وضعیت دشوارتر خواهد شد. کادر درمان گرفتار ویروس از نوع شدید شده اند. روز به روز بر تعداد بیماران سرپایی کرونا افزوده می شود. بیماران بدحالی داریم. ممکن است هفته‌های آینده مرگ و میر بیشتر شود.
در فارس، معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز از مرگ 11 بیمار کرونایی در استان فارس طی 24 ساعته گذشته خبر داد. در اصفهان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی تعداد بیماران بستری در مراکز تحت پوشش این دانشگاه بجز کاشان و آران و بیدگل را 1022 نفر اعلام کرد و گفت از این تعداد 182 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. طی 24 ساعت اخیر 10 بیمار جان خود را از دست داده‌اند. در البرز، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت در 24 ساعت گذشته 9 بیمار کرونایی جان خود را از دست داده‌اند و تعداد بیماران بستری شده بدحال در 24 ساعت گذشته به 108 نفر رسید. در هرمزگان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت پذیرش بیمارستانی بیماران مبتلایان به کرونا 9% افزایش یافت. در آذربایجان شرقی، فرماندار هشت‌رود گفت به دنبال افزایش مبتلایان و فوتی‌ها، دستور منع ورود به این شهرستان باید اجرایی شود. شرایط شهرستان از نظر ابتلا به کرونا بدتر خواهد شد و مجبور خواهیم شد تمامی واحدهای صنفی را به جز مغازه‌های مواد غذایی و داروخانه‌ها تعطیل کنیم. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 8 شهریور 1399. تلویزیون رژیم، 7 شهریور 99. 28 استان در وضعیت قرمز و هشدار کرونا. اوضاع کرونا در تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین همچنان قرمز است. آذربایجان غربی، البرز، فارس، لرستان، هرمزگان، اردبیل، بوشهر، کرمانشاه، کوکیلیه و بویراحمد، خراسان جنوبی، مرکزی ایلام، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و گلستان هم در وضع هشدار قرار دارند. کادر درمان، همکاران واقعا دیگه خسته شدن. از تقریبا اصفهان ما همه درگیریم. خیلی بچه ها متاسفانه حتی نمیتونن هفته ای خانواده هاشون رو ببینن. سراسیمگی رژیم ولایت فقیه پس از عقب نشینی تحمیلی در برابر مقاومت مردم منطقه ابوالفضل اهواز، دروغ پردازی و تناقض‌گویی و انداختن تقصیر به گردن یکدیگر. با بالا گرفتن بحران در منطقه ابوالفضل در اهواز، رسانه‌های حکومتی گزارش دادند پاسدار اشتری، سرکرده نیروی سرکوبگر انتظامی، آخوند موسوی فرد، نماینده خامنه‌ای در خوزستان، استاندار رژیم در این استان، نماینده مجلس رژیم از اهواز، فتاح، رئیس ارگان غارت موسوم به بنیاد مستضعفان و رئیس رادیو تلویزیون حکومتی برای کنترل اوضاع در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند. این تماس‌ها در پی آن صورت گرفت که ارگان‌های مختلف رژیم در مصاحبه‌های خود تقصیر این سرکوب جنایتبار را به گردن یکدیگر می‌اندازند. همچنین این موضوع به تصفیه حساب در رأس رژیم دامن زده و حتی موضوع استعفای فتاح، رئیس ارگان غارت و چپاول موسوم به بنیاد مستضعفان مطرح شده است. فتاح، رئیس ارگان غارت و چپاول موسوم به بنیاد مستضعفان، در پیام‌های ادعا کرد کار صورت گرفته ربطی به شکایت بنیاد نداشته. طبق مصوبه شورای تامین استان، در راستای احکام ماده 100 شهرداری، احداثات غیرمجاز و حکم دادستانی زمینخواری اقدام کردند و واقعاً بنیاد نظاره‌گر بوده و اگر از نحوه اقدام خبردار می‌شدیم
حتما مخالفت میکردیم. بدون تردید نحوه اقدام بسیار ناشیانه و پرهزینه و بدموقع انجام شده است. در مورد زمینخواران طبق حکم دادستانی عمل میشود. ما بی اطلاع هستیم. از سوی دیگر نیروی انتظامی رژیم برای رفع اتهام از خود به غلط کردم گویی پرداخت و مدعی شد که به سمت مردم شلیک نکرده است. دو روز پس از سرکوب وحشیانه مردم منطقه ابوالفضل در اهواز، فرماندار مزدور رژیم در این شهر با وقاحت پذیرفت که در این منطقه درگیری رخ داده و مدعی شد چندین تن از ماموران شهرداری و نیروی انتظامی زخمی شدند. عالمی با اعتراف به مقاومت جانانه جوانان و مردم این منطقه و پسراندن مهاجمان وحشی و مسلح رژیم گفت وقتی نیروی انتظامی مورد هجمه سنگین قرار می گیرند و زخمی می شوند و سر و دستشان شکسته می شود و احساس خطر می کنند، برای دفاع از خودشان مجوز استفاده را دارند. و یفسود افراد فرصت طلب با زمینه‌ای که ایجاد کرده بودند مردم را جلو انداختند و با مأمورین درگیر شدند. فرماندار مزدور رژیم در اهواز به تیراندازی به سمت مردم و گلوله خوردن شماری از آنان که فیلم‌های آنها به صورت گسترده‌ای در فضای مجازی منتشر شده اشاره نکرد، اما گفت بعضی‌ها مورد اصابت ساچمه‌های پلاستیکی قرار گرفتند، اما هنوز ثابت نشده است که نیروی انتظامی از ساچمه‌ها استفاده کرده و این مسئله در حال بررسی است. بیرانوند معاون دروغگوی دادستان جنایتکار رژیم در اهواز نیز گفت در ماجرای زمین‌های بنیاد مستضعفان در روستای ابوالفضل ماموران انتظامی برای کنترل اوضاع به صورت هوایی با اسلحه ساچ بزن پلاستیکی چند تیر شلیک کردند. در این حادثه ماموران نیروی انتظامی و شهرداری واقعا مظلوم واقع شدند، زیرا مورد هجوم سنگین با شیشه و سنگ قرار گرفتند و زخمی هم دادند. نادری عضو مجلس ارتجاع از اهواز اعتراف کرد مناطقی مثل منطقه ابوالفضل در کشور زیاد است که در اختیار نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان هستند. وی با وحشت از فوران خشم مردم محروم هشدار داد نباید اقدام شتاب زده و ناهماهنگ انجام داد. بیانیه وزارت دادگستری آمریکا: بستن 3 سایت پوششی قاچاق سوخت برای سپاه پاسداران و توقیف 1,116,000 بشکه سوخت رژیم ایران. وزارت دادگستری آمریکا 7 شهریور 99 اعلام کرد 3 وبسایت مورد استفاده برای شرکت‌های پوششی رژیم ایران برای ارسال محموله سوخت با 4 نفتکش به ونزوئلا بسته شد. این وبسایت ها توسط 3 شرکت پوششی موبین اینترنشنال، سوهار فیول و عمان فیول که عوامل ارسال محموله های چندین میلیون دلاری سوخت سپاه تروریستی پاسداران بودند استفاده می شدند. محمد مدنی پور فردی است که از این سایت ها برای عملیات انتقال سوخت استفاده کرده است. اطلاعیه مطبوعاتی وزارت دادگستری آمریکا افزود آمریکا به دنبال شکایت دادگستری علیه 4 نفتکش بلا، برینگ، پاندی و لونا با کمک متحدانش 1,116,000 بشکه سوخت رژیم ایران، یعنی تمام بار این کشتی ها را توقیف کرد که اکنون در اختیار مراتب قانونی آمریکاست. رویترز 7 شهریور 99: بازرگان کولومبیایی که رابط رژیم ایران با ونزوئلا بود بر اساس یک حکم توقیف بین المللی به جرم پولشویی در کیپ ورد دستگیر شد و در معرض استرداد به آمریکاست. مقامات رژیم ایران توافق کردند
8 نفکش همراه با 6 پرواز ماهانه ای را برای رژیم ونزوئلا اعزام کنند. یک مقام رژیم ایران که در مذاکرات مربوط به این محموله ها بود به رویترز گفت هواپیماهای برگشتی ماهان ایر به ایران حامل شمش‌های طلا به ارزش 200 میلیون دلار بخشی از معامله بوده است. رویترز 28 اوت 2020 گزارش داد در 12 ژوئن 2020 زمانی که الکساب بازرگان کلمبیایی و رابط رژیم ایران با ونزوئلا که برای سوختگیری جت اختصاصیش به زمین نشسته بود، مقامات کیپ ورد بر اساس یک حکم توقیف بین المللی به جرم پولشویی از طرف آمریکا اقدام به دستگیری وی کردند. دادستان‌های آمریکایی ساب را متهم کردند که با رشوه دادن به مقامات ونزوئلا از نرخ ارز این کشور که در کنترل دولت است 350 میلیون دلار غیرقانونی را به حساب‌های خارج کشور منتقل کرده است. وکلای ساب گفتند که او در ماه آوریل سفری به ایران داشت تا مقامات رژیم ایران را متقاعد کند که برای مقابله با بحران سوخت، نفکش‌های سوخت پرشده با گازوئیل و نیز هواپیماهای حامل مواد پالایشگاهی به ونزوئلا بفرستند. در ماه او در یک نامه به نخست وزیر کیپ ورد که رویتر آن را دیده است، ساب نوشت در صورت آزادی وی، ونزوئلا فرصت‌های بیشتری را به این کشور خواهد داد. او نوشت من می‌توانم بیش از آنچه آمریکا در خلال 100 سال به شما داده بدهم. ساب در خلال سفر به ایران در ماه آوریل به مقامات رژیم گفت به دلیل تحریم‌های آمریکا مادورو امکان ارسال مواد به خارج برای تولید مواد مورد نیاز ندارد و لذا به سوخت نیاز دارد. رویترز اضافه می‌کند وکلا گفتند مقامات رژیم ایران توافق کردند که 8 نفتکش همراه با 6 پرواز هماهنگ شده ماهان ایر را اعزام کنند. سرویس رادیویی پرواز نشان از پروازهای اواخر آوریل و می ماهان ایر به ونزوئلا دارد. یک مقام ارشد پی دی وی اس ای گفت پروازها حامل مواد شیمیایی مورد نیاز برای پالایش گازوئیل بوده تا کمبود ونزوئلا را تخفیف دهد. آمریکا در این ماه 4 محموله سوخت رژیم ایران برای ونزوئلا را ضبط کرد. یک مقام رژیم ایران که در مذاکرات مربوط به این محموله ها بود به رویترز گفت هواپیماهای برگشتی ماهان ایر به ایران حامل شمش‌های طلا به ارزش 200 میلیون دلار بخشی از معامله بوده است. رژیم ایران همچنین 5 نفتکش حامل گازوئیل به ونزوئلا فرستاده که شروع آن در ماه می بوده است. در ماه آوریل 7 تن طلا از بانک مرکزی ونزوئلا خارج شد. افرادی که با این عملیات آشنایی دارند گفتند مقصد مشخص نیست. در سالهای اخیر دولت مادورو مستمراً ذخایر طلایش را فروخته است تا ارز خارجی با ارزش به دست بیاورد. رهبر مقاومت روز 5 خرداد 99 درباره خواست خرجی‌های خلیفه ارتجاع از کیسه مردم محروم و غارت شده ایران در بحبوحه کرونا گفت پول برای سوریه، بنزین برای ونزوئلا، اما برای جوانان و مردم ایران کشتار و خون در قیام آبان و سپس زندان و مرگ و کرونا. فرستادن بنزین برای ونزوئلا، قدرت نمایی پوشالی در بنبست سرنگونی، در ادامه پرتاب موشک و ماهواره و خودزنی دریایی است. تصمیم آزادی تلویزیون ملی ایران ادامه می دهیم. وزرای خارجه انگلستان و کانادا در گفتگو راجع به هواپیمای اوکراینی که با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد، بر لزوم تحقیقات کامل و مستقل و حسابرسی و عدالت تاکید کردند. وزارت خارجه کانادا اعلام کرد وزیر خارجه کانادا فرانسیس فیلیپ شامپین و وزیر خارجه انگلستان دومینیک راب روز جمعه در دیداری در لندن بر تعهد دو کشور در تضمین حسابرسی و عدالت برای خانواده قربانیان هواپیمای ساقط شده اوکراینی
تأکید مجدد کردند. آنها در مورد ضرورت انجام یک تحقیقات کامل، شفاف و مستقل بر طبق استانداردهای بین المللی شامل پرداخت غرامت برای قربانیان و کشورهای صدمه دیده گفتگو کردند. رئیس جمهور آمریکا در دو سخنرانی انتخاباتی هلاکت قاسم سلیمانی، سرکرده نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران و خارج شدن آمریکا را از توافق اتمی با رژیم آخوندی دو اقدام مهم کارنامه اش توصیف کرد. ترامپ در سخنرانی اصلی خود در کنوانسیون جمهوری خواهان گفت: ما تروریست شماره یک جهان قاسم سلیمانی را از بین برد. He opposed the killing of Soleimani, you remember that one. He oversaw the rise of ISIS and he cheered the rise of China as a positive development for America. وی در سخنرانی دیگری ضمن انتقاد از عملکرد اوباما گفت: من آمریکا را از توافق فاجعه بار اتمی خارج کردم. ما برای توافقی که در اساس کوتاه مدت بود 150 میلیارد دلار پرداختیم. مهمتر از آن پرداخت 1.8 میلیارد دلار پول نقد بود که با هواپیما حمل و به رژیم ایران داده شد. نورمن رول، مدیر پیشین میز ایران در آژانس اطلاعات آمریکا، در مصاحبه با العربیه گفت رژیم ایران در نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به سوریه و حزب الله و یمن موشک فرستاده و اگر تکنیک مدرن تسلیحاتی دریافت کند تجاوزاتش را در منطقه به طور علنی افزایش می‌دهد. به افزود رژیم ایران صدها میلیون دلار هزینه کرده تا اینترنت داخلی ایجاد کند و مردم به آگاهی از بیرون نرسند. فعالیت‌های این رژیم در زمینه امنیتی و نظامی از توسعه و رفاه مردم هزینه می‌شوند. شاکیان پرونده حملات تروریستی سال 1367 در تانزانیا و کنیا بار دیگر پرونده خود را در دادگاهی در نیویورک به جریان انداختند و خواستار دریافت 8 میلیارد و 700 میلیون دلار غرامت شدند. این دادگاه مسئولیت بمب‌گذاری در سفارتخانه‌های آمریکا و در کنیا و تانزانیا در سال 1367 را متوجه رژیم آخوندی دانسته و به پرداخت غرامت به بازماندگان و خویشاوندان قربانیان این حملات حکم داده بود. حدود 5 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی رژیم در بورس آلمان بلوکه شده و دادگاه نیویورک دوباره خواستار پرداخت این پول شده است. ادامه خبرها. یوروآسیا در مورد شیوع کرونا در زندان عادل‌آباد شیراز به نقل از یک زندانی نوشت: عمدی در کار است که کرونا در زندان شیوع پیدا کند. مقامات زندان می‌خواهند بدین وسیله از دست ما خلاص شوند و به همین دلیل برای ممانعت از ورود کرونا و اقدامات پیشگیرانه کار جدی انجام نمی‌دهند. این زندانی با نام مستعار نوید گفت: تعدادی از زندانیان مبتلا به کرونا پس از انتقال به قرنطینه دوباره بعد از چند روز به بند منتقل می‌شوند. محیط بسته و هوایی که تنفس می‌کنیم آلوده است. جمعیت متراکم و زیاد است. الزامات بهداشتی به ما نمی‌دهند و باید آن را بخریم که خیلی گران است. به یفسود رژیم اعلام کرده که بجز زندانیان خطرناک بقیه را آزاد می‌کنیم، ولی در عمل قاچاقچیان مواد مخدر را آزاد کردند و این سرپوشی شد برای اینکه معترضان قیام‌ها و زندانیان سیاسی را آزاد نکنند و در زندان نگه دارند. ماموران اطلاعات آخوندی در یک یورش وحشیانه به منازل مردم در زاهدان 12 تن را دستگیر کردند. این یورش روز پنجشنبه 6 شهریور صورت گرفت و ماموران جنایتکار پس از شکستن درها و شیشه های منازل وارد آن شدند و با ضرب و شتم مردم 12 نفر از جمله 6 کودک را دستگیر کردند. رئیس اتحادیه تولید کنندگان و بافندگان فرش دست بافت اعلام کرد صادرات فرش دست بافت ایران به صفر رسیده است. محمد علی زرین کفش در مصاحبه با خبرگزاری رادیو تلویزیون رژیم گفت: در سال گذشته به پایین ترین سطح صادرات فرش رسیدیم که حدود 70 میلیون دلار بود. سالهای قبل صادرات ما 0.5 میلیارد دلار بوده است. به افزود برای تولید فرش دست بافت باید مواد اولیه وارد شود، ولی به آن ارز دولتی اختصاص داده نمی شود. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن ضمن ارائه بیلانی از جنایات رژیم خونریز سوریه اعلام کرد
رژیم بشار اسد از مهر ماه 95 تا مهر ماه 99 52 بار از سلاح شیمیایی علیه مردم سوریه استفاده کرده است. این منبع همچنین به جان باختن 109 تن بر اثر محاصره و نبودن غذا اشاره کرده است. وزارت بهداشت آلبانی روز جمعه اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته 801 تست کرونا انجام شد و 112 مبتلای جدید از جمله 71 نفر در تیرانا و 9 نفر در دورس شناسایی شدند. 5 نفر از بیماران جان باختند. تعداد بیماران بستری افزایش یافته و 173 نفر در دو بیمارستان کووید 19 بستری هستند. آمار کل مبتلایان 9195 نفر و جان باختگان 271 نفر است. بینندگان عزیز، اخبار این ساعت به پایان رسید. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار همگی. خدا نگهدار.